اما یوری اوشاکوف از مشاوران ولادیمیر پوتین در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرده که ایران و روسیه به دنبال همکاری سیستم انتقال پیام‌های مالی روسی و سیستم مالی ایرانی سپام به عنوان جایگزین سویفت هستند و تدابیری رو برای گسترش پرداخت‌های مالی به صورت مستقیم و استفاده از ارزهای مالی اتخاذ خواهند کرد. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، به دنبال خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های مجدد دولت آمریکا علیه ایران، نظام بانکی کشور عملاً از دسترسی به شبکه جهانی سویفت محروم شده. پیامدهای نبود دسترسی به سویفت چه بوده؟ پیامدش این بوده که جریان انتقال سرمایه از داخل ایران به خارج و داخل ایران همچنین این محدود شده، کند شده و به زحمت انجام میگیره، به طوری که حتی واردات کالاهایی که مشمول تحریم ها نیستن به ایران الان دشوار شده. بنابراین این اختلال در جریان ورودی و خروجی سرمایه طبیعیه که تأثیر منفی خواهد گذاشت بر سرمایه گذاری، اما سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت، و این به این معنا خواهد بود که به هر حال سود افزایی، بهره وری و همچنین سرمایه گذاری در ایران دچار محدودیت خواهد شد و تأثیر این امر بر رشد اقتصادی در ایران محدود خواهد بود. و البته باید تأکید کرد که به هر حال با توجه به اینکه ایران مجبور از راه‌های غیر متعارفی این نقل و انتقال سرمایه، پول و ارز را انجام بده، طبیعی است که معاملات بانکی گران تمام خواهد شد و این قیمت‌ها را هم افزایش خواهد داد. بنابراین در کنار اون عوامل و متغیرهای ساختاری و کلان اقتصادی ایران که باعث گرانی شده، این نبود دسترسی به سویفت و شبکه جهانی پرداخت ها هم خودش مزید بر علت بوده و باعث گرانی ورود و خروج کالا شده به ایران. آقای علوی، سوالی که الان مطرح میشه این هست که آیا شرط های موفقیت این سیستم پرداخت بین المللی بین ایران و روسیه تا چه اندازه فراهم هست؟ بیاریم که به هر حال سویفت حدود 47 سال سابقه داره، بسیار فراگیر، از سوی بیش از 200 کشور پذیرفته شده، بیش از 10,000 بانک در عرصه بین‌المللی از این استفاده میکنن، از این سیستم. بنابراین جایگزینی که بشه در کوتاه مدت برای اون پیدا کرد میشه گفت غیر محتمله. بنابراین اگر قرار است که سیستم جایگزین بشه، میبایست به همون اندازه اعتبار پیدا بکنه، به همون اندازه فراگیر بشه استفادهش از سوی کشورها، بنگاه‌ها و بانک‌های بین‌المللی، و افزون بریم میبایست کارآمد باشه و اعتماد انگیز باشه. چون این نظامی هنوز ایجاد نشده و به نظر نمیرسه در کوتاه مدت هم ایجاد بشه. بیاریم که ایران و روسیه، هر دو این دوتا کشور، الان در معرض تحریم هستن، مبادلات و معاملاتشون البته محدوده و ایجاد یک به اصطلاح شبکه جایگزین البته گرانتر تمام خواهد شد، کنتر تمام خواهد کرد معاملات رو، و این ممکنه حالا با فرمان این کشور و اون کشور و با تحمیل دولت ها به نوعی اجرایی بشه. بله. اما طبیعتا بر سود افزایی و رشد معاملات بانکی و تجارت بین المللی تأثیر منفی خواهد داشت و اونو کارآمد نمی کنه و بنابراین تأثیرش بر رشد اقتصادی منفی خواهد بود و طبیعی است که بازرگانان، شرکت ها، بانک ها از اون استقبال نمی کنند و بنابراین در یه عرصه بسیار محدودی فعال خواهد بود، شاید بشه گفت که به شکل رسمی و سوری. ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. متشکرم از شما.